با عرض سلام و درود به همه عزیزان، انشالله که سلامت و موفق و مؤید باشین در هر جای دنیا که تشریف داریم. مجلس امشب رو با فاتحه ای از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب ولی شاه روحی لتربت و الفدا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قرائت فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدمت شما عرض کردم در گفتار پیشین که حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل از مصر خارج شدند و به طرف ارض موعود شروع کردن حرکت کردن و مایحتاجشون در طول این سفر از آسمان و از زمین تأمین میشد بدون اینکه رنج و زحمتی برای کشت و کار و غیره بکشن. داشتن فقط کوچ میکردن، رحیل میکردن، سفر میکردن از مصر به ارض موعود یا ارض مقدسه که در قرآن مجید ازش به ارض مقدسه تعبیر شده و میفرماید آیات 21 تا 25 سوره مبارکه مائده یا قوم ادخلوا الارض المقدسه. این ارض مقدسه که بهش میگن قدس، بهش میگن بیت المقدس، اورشلیم در قرآن به این ترتیب ازش تعبیر شده که حضرت موسی میفرماید یا قوم ادخلوا. این یا قوم یعنی یا قوم، یعنی قوم من، این مردمانی که خداوند من رو به رسالت شما مأمور کرده و الان من دارم با شما صحبت میکنم، الان وارد این شهر بشید. ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم، که خداوند مقرر کرده که اینجا به شما برسه، چون شما مستضعف بودید، چون به استضعاف کشیده شده بودید و خداوند منت گذاشته این سرزمین رو برای شما مقدر فرموده، واردش بشید. حالا الان رسیدن به دروازه های شهر، اما اونها مردم گفتن خدمت حضرت موسی، عرض کردن گروهی از کسانی که با حضرت موسی در درون بنی اسرائیل به طور مداوم مخالفت می‌ورزیدند، به هر فرمایش که ایشون می‌فرمودند اونها یه نظر دیگه ای رو ابراز می‌داشتند و ایجاد تشتت ذهنی در میان بنی اسرائیل می‌کردند، گفتن نه. خدمت حضرت موسی گفتن نه، ما داخل این شهر نمیشیم، اینجا یه سرزمینیه که حصار داره، قلعه داره، نگهبان داره، حارس داره، نیروهای نظامی داره، نیروهای انتظامی داره و یک نظام جبار داره بهش حکومت میکنه. یا موسی ان فیها قوما جبارین، اینجا زیر سلطه یک نظام جباره و اینها همه امکانات
نظامی و انتظامی رو برای حفظ سیستم خودشون دارن. ما چجوری بریم وارد اینجا بشیم، بخوایم وارد بشیم و یک همچنین حریف و هماورد پرقدرتی در برابرمون هست و انا لن ندخلها، ما داخل اینجا نمیشیم، یعنی پا تو این معرکه‌ای که شما ما را آوردی نمیذاریم. و شرط ورود ما به این معرکه اینه که حتی یخرجوا منها، یعنی اگر که این اشخاص خارج بشند از این نقطه، از اینجا، این جبارین به هر دلیلی ساقط بشن، سقوط کنن، یا این فکر به سرشون بزنه که این شهر رو ترک کنن و برن بیرون، این تمدن رو، این سرزمین رو خالی بکنن و برن، خب ما داخل میشیم. اما اگه که حاضر نشند و آماده رویارویی و مبارزه با ما باشن، ما توان مبارزه با اونا رو نداریم. انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما داخل میشیم وقتی اونا خارج شده باشن. فان یخرجوا منها فانا داخلون، هر وقت که اونا خارج شدند ما داخل میشیم. خب طبیعتا حضرت موسی فرمودند که هیچ جباری خودش کرسی قدرت رو با پای خودش و با اختیار خودش ترک نمیکنه، زمانی ترک میکنه که اراده مردم در برابرش دائر بر این شده باشه که دست به مقاومت منفی بزنند و از روش های خردورزانه و خردمندانه استفاده بکنند برای اینکه جبار رو ساقط بکنند و وادارش بکنند که شکست رو بپذیره و مسند قدرت رو واگذار بکنه به نمایندگان مردم. ولی خب این احتیاج به یک حرکتی از جانب مردم داره و مردم اونجا اون طایفه که در میان بنی اسرائیل بودند و کنترل ذهنی بنی اسرائیل رو در دست خودشون داشتن، استدلالی که در برابر پیغمبر خدا کردن به موسی و حضرت موسی خطاب کردن، عرض کردن یا موسی انا لن ندخلها، این ما هیچ وقت وارد اینجا نمیشیم ابدا، الالعبد ما وارد نمیشیم، وارد این معرکه نمیشیم، نمیخوایم رو در رو بشیم با این جباران، مادام و فیها، تا زمانی که اینها، این سیستم، این جباران، این دجالان قدرت رو در اختیار داشته باشن، ما پا تو این مهلکه و تو این معرکه نمیذاریم. تنها راهش، اگر شما میگی که اینجا خداوند اینجا رو برای ما مقرر فرموده، پس خود تو و خدای تو شما اینا رو بیرون کنید، به این ترتیب تعبیر کردند. گفتند شما که میگی خداوند اینجا رو برای ما در نظر گرفته، خب اینجا رو خالی کنه، در اختیار ما بذاره، ما واردش بشیم دیگه. فذهب انت و ربک فقط، شما تو موسی و اون خدای تو، اون نیرویی که از تو حمایت میکنه به نمایندگی از خدا، شماها برین فقاتلا و مبارزه بکنید، مبارزه رو شما انجام بدید. موسی فرمود خب اون وقت شما چی کار میکنید؟ گفتن انا هاهنا قاعدون، گفتن ما اینجا میشینیم تماشا میکنیم، ما اینجا میشینیم نگاه میکنیم ببینیم چجوری شما بر اینا فائق میشین، ما دخالت نمی کنیم. خب این یه تعبیریه که بعد حضرت موسی عرض میکنه به خداوند که من مأموریتم رو اجرا کردم، امری که من واگذار شده بود رو ابلاغ کردم و من مطیع امر تو ای خداوند هستم و برادرم هارون مطیع امر شماست. ولی اینها گوش نمیدن به
حکمت ها و نصیحت ها و اندرس هایی که من بهشون میکنم. و در اینجاست که به حضرت موسی گفته میشه که قال، یعنی گفت اون فرستاده خداوند که حمایت میکرد و همراهی میکرد با موسی و هارون، که فانها محرمت علیهم، یعنی تحریم شد بر اینها ورود در سرزمینی که برای اونها در نظر گرفته شده 40 سنه، به طول 40 سال. یعنی این جباران 40 سال دیگه میمونن به خاطر اینکه شما حاضر نیستید که به وظیفه خودتون اقدام بکنید، حرکت کنید. یتیهون فی الارض، یعنی سرگردان از این زمین به اون زمین، از این سرزمین به اون سرزمین. یتیهونه یعنی سرگردانی میکشند. تیه که به بیابان در لغت عرب تیه اطلاق میشه، به خاطر اینکه اگر آدم وسط بیابان قطب نما نداشته باشه گم میشه، نمیدونه از چه راهی باید بره. انسان بدون قطب نما وسط بیابان سرگشته و حیرانه. سالها ره میرویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر. گر دل موسی ز ما راضی بودی، تیه را راه و کران پیدا شدی. و خداوند به موسی میفرماید فلا تأس علی القوم الفاسقین، یعنی تأسف نخور بر احوال اینها که نسبت به اندرزهای پیغمبر خدا اینجوری سرکشی میکنن و عدم اطاعت میکنن. حالا این نکاتی که در قرآن مجید نقل شده در تاریخ زیاد اتفاق افتاده. واقعه برخورد بین موسی و رامسس اول و رامسس دوم فرعونه مصر مشخصه که در چه تاریخی اتفاق افتاده، مشخصه که در سلسله های فرعونه رامسس اول و رامسس دوم در چه تاریخی بودند، اینها معینه. ولی این حکایات و این قصصی که در متون آسمانی داره بیان میشه که راهنمای عمل مردمانه در زمان رسول اکرم و در همه زمانها، قصه گویی در مورد اتفاقاتی که چند هزار سال قبل به وقوع پیوسته نیست. چراغ راه گذشته، چراغ راه آینده است. برای اینه که اون مؤمنانی که در خدمت رسول اکرم بودن تکلیفشون روشن بشه که باید چی کار بکنن. در زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت فرمودند و خروج ملکوتی فرمودند، تشریف بردند، امت ایشون به دو شعبه تقسیم شد، شیعه و سنی. اما شیعه و سنی دو دیدگاه متفاوت در تفسیر امور و در تعبیر امور بعد از رسول اکرم نسبت به مطالب مختلف داشتند. اما نه اینی که وقتی ما میگیم شیعه یک راهی باشه از زمان رهبت رسول اکرم تا به حال، یا مذهب اهل تسنن یک راهی باشه از اون زمان تا به حال، نه. خود این شیعه شعبه های متعدد درش ظهور کرده. مثلا شیعیان پیروه مکتب اثنا عشری، یعنی شیعیانی که بهشون شیعیان 12 امامی گفته میشه و خودشون رو شیعه میدونن و تشیع رو مختص به خودشون میدونن،
اینها یک شعبه از تشیع رو تشکیل میدن، نه اینی که شیعه اختصاص داشته باشه به شیعیان دوازده امامی. در تسنن هم که خودش یه مذهب اسلامیه، شعبات متعدد وجود داره. حال ما با مذهب اهل تسنن الان کاری نداریم، به خود شیعه اشاره میکنیم. توجه داشته باشید که شیعیان معتقد بودند که حضرت علی علیه السلام بر اساس بیعتی که به دستور رسول اکرم مسلمانان در ناحیه غدیر خم با حضرت علی علیه السلام کردند، قبول کردند، پذیرفتند که ودایع الهی و امر ولایت و هدایت به علی علیه السلام سپرده شده و بعد از حضرت علی علیه السلام هم به حضرت حسن منتقل شده و بعد از حضرت حسن علیه السلام به برادر ایشون حضرت حسین واگذار شد. تا اینجا میتونیم بگیم که شیعیان یک پارچه هستند، یعنی تا این زمان مذهب تشیع هیچ شعبه توش نیست. اما از واقعه کربلا به بعد به طور قطع و یقین مذهب تشیع به دو شعبه تقسیم میشه. یه شعبهش همینی که دوازده امامی ها هستن و خودشون رو فقط شیعه به شما، ولی به لحاظ تاریخی اینجا تشیع به دو شعبه تقسیم شد و علت انشعابش به دو شعبه بحث جانشینی امام حسین علیه السلام بود. بحث نص صریح وقتی مطرح میشه، نص صریح وقتی نباشه، اون وقت تعبیرهای مختلفی به وجود میاد. یعنی هر قومی برای خودش یک تعبیر و تفسیری میکنه درباره نص صریح. در مورد حضرت رسول اکرم و حضرت علی علیه السلام و حضرت حسن ابن علی علیه السلام تا حسین ابن علی نص صریح وجود داشته و بر همه یقین حاصل بوده که امام زمانشون چه کسی. اما در واقعه کربلا یه قضیه دیگری به وجود اومد و اون هم این بود که وقتی امام حسین علیه السلام تصمیم گرفتن که حرکت بفرمایند و برن به طرف مکه و بعد به نور ولایت خودشون مشاهده کردن که این سفری که ایشون به طرف مکه برای انجام مراسم حج برن انجام ده، نهایتاً از صحرای کربلا سر در خواهد آورد و به کجا خواهد کشید، به برادر خودشون جناب محمد حنفیه که فرزند حضرت علی علیه السلام بودن، یعنی حسن و حسین فرزندان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیه السلام. اما جناب محمد حنفیه ایشون فرزند حضرت علی از طرف پدر بودند و برادر بودند با حسنین علیه السلام از یک مادر دیگه. اما ایشون مقامات بسیار زیادی داشتن و مورد توجه مربی خودشون، پدر بزرگوار خودشون حضرت علی علیه السلام بودن و در تمامی معرکه هایی که در دوران خلافت 4 ساله حضرت علی به وقوع پیوست، ایشون جناب محمد حنفیه ایشون سرفرمانده کل قوا بودن، به خاطر اینکه بسیار روحیه سلحشور و مبارزی داشتن.
همه جا حضور داشتن تو تمام میدان، به خصوص در صفین، و ایشون سپه سالار بودن. یعنی وقتی که اون سپاه عظیم شام حرکت کرد، اومد با سپاه مصر و امرعاص و معاویه با هم دیگه خواستن که خروج کنن علیه خلیفه، خلیفه مشروع و برحق و امام زمان حضرت علی علیه السلام، و خزانه بسیار بازی داشت و مقادیر بسیار زیادی پول جمع کرده بود در شام. شام همون ناحیه که سابق بیزانس اسمش بود، امپراتوری بیزانس، و در اون ناحیه بنی سفیان رفته بودن اون ناحیه در دوران خلافت خلیفه سوم عثمان و اونجا استقرار پیدا کرده بودن، ثروت بیکرانی رو جمع کرده بودند و به مرکزم ارسال نکرده بودند، یعنی به بیت المال مرکزی ارسال نکرده بودند، چون میخواستن با اون ثروت بی حسابی که جمع کرده بودند لشکرکشی کنند و نهایتا دستاندازی کنند به حکومت مشروع حضرت علی و فرزندانشون و قدرت رو قبضه کنند و سلسله بنی امیه رو درست بکنن. با طرح و برنامه این کار را داشته میکرد. نهایتا این ثروت رو در گنجینه ها رو باز کردند و سپاه بسیار عظیمی تدارک دیدن و حرکت کردن، اومدن برای شکست دادن حضرت علی. و حضرت علی علیه السلام سپاهی تدارک دیدن، در برابر اونها فراخانی دادن و سپاهی تدارک دیدن برای مقابله، و فرماندهی کل این سپاه رو دادن فرزندشون جناب محمد حنفیه، و اون جمله بسیار معروف رو ایشون بیان فرمودن که برو در میدان بایست و پرچمت رو در اهتزاز در بیار با ثبات قدم، و اگر کوه‌ها بلرزن بر جای خودشون تو از جات مجنب، تکون نخور، استوار باش. تزول الجبال، یعنی جبال میلرزند، ممکنه که زلزله بشه یهو و کوه ها به لرزه در بیان، اما تو استوار سر جای خودت باش. و به هر حال ایشون رفت توی میدون در برابر سپاه شام و نهایتا سرنوشت جنگ رو تغییر داد و اونها رو لخت و عریان از میدون جنگ بیرونشون کرد با ذلت و خاری و خفت، که اون وقت اونها اومدن و بلافاصله قرآن ها رو سر نیزه کردن، بقه بازی کردن برای اینکه کار رو به میز مذاکره بشونن. و هر وقت که جباران کم میارن در میدان رویا و مساف، اون موقع صحبت از مذاکره. به هر حال اما در میدان مبارزه شکست خوردن، در جبهه پیروزی با جبهه حضرت علی علیه السلام بود و سرفرماندهی سپاه محمد حنفی علیه، ایشون یه همچنین بزرگواری بودن. در موقعی که حضرت حسین علیه السلام در سال در آخر 60 هجری و محرم 61 هجری ایشون حرکت فرمودن که تشریف ببرن به طرف مکه، به برادر خودشون جناب محمد حنفیه امر فرمودن که شما در این سفر در مدینه بمونید و نیاید، برای اینکه خب ایشون میدونستن که الان در این مسیری که دارن حرکت میکنن نهایت کار چه خواهد بود، یعنی شهادت سرخ مظلومانه ایشون و 72 تن از یارانشون. و به همین دلیل به جناب محمد حنفیه برادرشون فرمودن شما نیایید در این سفر و در مدینه بمونید و چشم من در مدینه باشید. اینها گزارش های تاریخی که دارم عرض میکنم. و بعد حرکت فرمودن رفتن نهایتا در کربلا، و بعد اون
حره بن ریاحی جلوی ایشون رو گرفت و ایشون رو متوقف کرد و خلاصه ماجرای کربلا به وجود اومد. و کسانی که در خدمت امام بودن ایشون فرمودند شب که شما آزادین، میتونین بریم، با شما کاری ندارن و با من کار دارن، هر کسی میخواد بره بره و از این صحبت. و فردای اون روز اون کسانی که باقی مونده بودن در خدمت امام، امام زمان حسین ابن علی علیه السلام، یکی یکی میرفتن از ایشون اجازه میگرفتن میرفتن به میدون و خود جناب حر ابن ریاحی هم توبه کرد به دست ایشون و رفت به میدون و اون جوان مسیحی اومد ایشون مشرف شد، توبه کرد، رفت به میدون، اجازه میگرفتن میرفتن. و در اون تاریخ عزیزان امام سجاد، امام زین العابدین، ایشون 23 سالشون بود، علی ابن حسین، نامشون علیه و فرزند امام حسین بودن، لقبشون سجاده و زین العابدین. ایشون هم در خدمت امام زمان پدر بزرگوارشون حضرت حسین ابن علی بودن، اجازه گرفتن که برن به میدون، ایشون فرمودن نه شما به میدون نرید، شما باشید. و نهایتا جنگ مغلوبه شد، یکی یکی این عزیزان رفتن و پرواز ملکوتی انجام دادن و نهایتا اون کسانی که زنده موندن اسیر شدن، اون حضرت حسین 70 نفر شهید شدن و امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین، ایشون با کاروان اسرا رفتن به همراهی حضرت زینب به شام و غیره. عرضم خدمتتون که بعد از این واقعه، بعد از یه دوران کوتاهی، امام سجاد علیه السلام شیعیان مریدان حضرت حسین علیه السلام عاشقان حضرت علی، اینها رفتن خدمت امام سجاد و برای اینکه تکلیفشون روشن بشه که چه کار بکنند. خب ایشون رو حضرت حسین معاف کرده بودند از جنگیدن و شهادت طلبی، اما از طرف دیگه برادر بزرگوار خودشون جناب محمد حنفیه رو، ایشون موقع 45 سالشون بود، جناب محمد حنفیه، ایشون رو هم معاف کرده بودن از حضور در این سفر و حضور در اون میدان. این دو نفر هر دوشون، یکی برادر امام، یکی پسر امام، فرزند امام، هر دو به دستور امام زمان معاف شدند از شرکت در اون جنگ، در صحنه اون جنگی که به شهادت منتهی شد. و همین دلیل شیعیان سرگردان شدند که الان تکلیف چیه، یعنی ما به کی باید رجوع بکنیم، کی صاحب نسه، فرزند حضرت علی یعنی محمد حنفیه، سومین فرزند حضرت علی، اول امام حسن فرزند علی امام شده بعد از علی، بعد امام حسین امام شده، و حالا آیا نوبت فرزند سوم امام علیه که ایشون حالا امام بشه؟ یه عده اینجوری برداشت کردن که باید امام برن با خدمت جناب محمد حنفیه و با ایشون بیعت کنن. یه عده گفتن نه، امام و ودای ولایی الان به فرزند امام حسین علیه السلام میرسه و به این دلیل امام سجاد معاف از جنگ شدن و باید رفت با ایشون بیعت کرد. گفتن یه شیعیان دو دسته شدند، خود به خود دو دسته شدند، یعنی اینجا یه انشعابی واقع شد و گفتند که ما نمیتونیم این، یعنی خود شیعیان بین خودشون که با هم دیگه گفتگو میکردن، این افرادی از این دو دسته با هم دیگه گفتگو میکردن، استدلال میکردن، به یه جایی که میرسیدن
از اون جلوتر نمیتونستن برن چون اطلاعات کافی نداشتن. نهایتا گفتن که این مسئله رو ما نمیتونیم فیصله بدیم، بین پسر امام و برادر امام ما نمیتونیم این مسئله حل بکنیم، خوبه که این دو بزرگوار خودشون با هم دیگه ملاقات و گفتگو کنن. و نهایتا هم همینطوری شد و این دو بزرگوار هر دو با هم دیگه ملاقات کردن و گفتگو کردن، امام سجاد و جناب محمد حنفی. و در اون گفتگو مسئله فیصله پیدا نکرد، به لحاظ تاریخی مسئله فیصله پیدا. یعنی اون طایفه‌ای که میگفتند که ولایت به جناب محمد حنفی فرزند حضرت علی و برادر حسن و حسین علیهم السلام منتقل شده، اینها بر اعتقاد خودشون باقی موندند. و اون کسانی هم که میگفتند ولایت به فرزند امام حسین منتقل شده، امام سجاد، اونها هم بر اعتقاد خودشون موندن، چون این دو بزرگوار هم ضمن گفتگوهایی که با همدیگه کردند هر کدومشون اعتقادشون، ایمانشون، یقینشون، قطعیتشون این بود که امر ولایت به خودشون واگذار شده. محمد حنفیه به برادرزادشون گفتن من جانشین برادرم هستم، ایشون فرمودن که نخیر، من جانشین پدرم هستم. خب اینجا اون چیزی که میتونه این اختلاف رو فیصله بده و جلوی این انشعاب رو بگیره فقط و فقط وجود نص صریح امام حسین، و این نص صریح نبود، نیست، وجود نداشت. پس گفتن بریم، حالا که نص صریح وجود نداره، بریم از حجرالاسود سوال کنیم، بریم به مکه، بریم جلوی خانه کعبه، جلوی سنگ سیاهی که در دیوار خانه کعبه نصب شده و اسمش حجرالاسود، و از حجرالاسود بپرسیم که چطور میشه این ماجرا رو فیصله داد. الان امام زمان کیه؟ برادرزاده است یا عمو؟ رفتن این دو بزرگوار، رفتن و برای هر کدومشون باز این یقین حاصل شد که حجرالاسود اوشون رو تایید کرده، هر کدومشون، و به همین دلیل انشعاب ایجاد شد. ببینین شیعیان، یعنی شیعیانی که ما بهشون میگیم شیعیان دوازده امامی، یعنی بنده و شما عزیزان، شیعیان دوازده امامی میگن حجرالاسود گواهی داد که امام سجاد امام چهارم هست، و جناب محمد حنفی هم اینو پذیرفتند. اما طرفداران جناب محمد حنفیه، یعنی شیعیانی که بهشون میگن کیسانیه، اونها گفتن که حجرالاسود گواهی داد که جناب محمد حنفیه امام چهارم هست و انشعاب به وجود اومد. شیعیانی که بعدن اسمشون شد شیعیان اثنا عشری، گفتند امام سجاد امام هستند و ما ایشون رو قبول داریم و محمد حنفیه رو قبول نداریم، و جناب محمد حنفیه پیروانی دارن که کیسانیه خونده میشن و گفتند که حجرالاسود گواهی داد که ایشون. و دلیل این انشعاب فقدان نص بود، نص صریح بر سر امر ولایت و بر سر امر امامت. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعد این اتفاق افتاد که امام زین العابدین سجاد، ایشون و پیروانشون خیلی 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 احترام میذاشتن به جناب محمد حنفیه عموشون، و پیروان ایشون اونها رو شیعه حساب میکردن، و
پیروان جناب محمد حنفیه یعنی شیعیان کیسانیه، اونها هم احترام کامل میذاشتن به امام زین العابدین سجاد و یاران و پیروان و مریدان و معتقدان ایشون. اما یک دسته نفوذ وجود داشتن که اینها عوامل مخفی بنی امیه بودند، عوامل مخفی یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان بودند که نفوذ کرده بودند و اینها جناب این به جناب محمد حنفیه اهانت میکردند و حتی یه دفعه رفته بودند خدمت امام زین العابدین و خدمتشون گفته بودند که ایشون کذابند و ایشون خیلی ناراحت شده بودند و گفته بودند کسی حق اهانت نداره، ایشون عموی بزرگوار منه و همیشه مورد توجه و عنایت جد من حضرت علی علیه السلام قرار داشته و پیروان ایشون رو شما باید محترم بشمارید، به خود ایشون کسی حق اهانت نداره و فلان. خلاصه این دو بزرگوار و پیروانشون به همدیگه نهایت احترام میذاشتن، ولی عوامل نفوذی که مثل موریانه این بساط رخنه کرده بودند، اینها توهین میکردن، فحش میدادن، بد و بیرا میگفتن، جو رو آلوده میکردند. برای اینکه بنی امیه برای بقای خودشون نیاز داشتند که بین شیعیان تفرقه ایجاد کنند. تفرقه با انشعاب فرق داره. تفرقه مبتنی بر دشمنیه. تفرقه ایجاد ضعف میکنه. به هر حال ولی بزرگان یعنی این دو بزرگوار اینها دستور اکید داده بودن به نهایت احترام به این دو طرف به کسی هم. روش حضرت زین العابدین تفاوت داشت با روش جناب محمد حنفیه. به همین دلیل یکی از سرسپردگان حضرت علی علیه السلام اسمش جناب مختار ثقفی بود، چون یه مرد سلحشور بزرگواری بود، هم خودش هم پدرش که شهید شد در راه حضرت محمد. این جناب مختار ثقفی در سال هجرت رسول اکرم از مکه به مدینه متولد شد و تحت توجه و تربیت حضرت علی بزرگ شد و حضرت علی به ایشون لقب کیسان داده بود. کیسان یعنی اسم مصدر از ریشه ثلاثی مجرد کیس و کیس که ازش واژه کیاست رو داریم، مانند سیاست کیاست. کیاست یعنی زیرکی، یعنی زیرکی. کسی که زیرک باشه در زبان عربی بهش میگن کیس با سین، نه با ساکزان، با سین. کیس ممیز. کیس یعنی کسی که دارای خصلت، دارای صفت، دارای وصف کیاست. و حضرت علی به ایشون، به جناب مختار ثقفی، لقب کیسان داده بودند. کیسان اسم مصدر از کیاست. کیسان که میگن کیسان، کیسان مثل دوران که میگن دوران، مثل جبلان که میگن جولان. کیسان یا کیسان به معنی اوج ذکاوت و هوشمندی و درایت. و این لقبی بود که جناب مختار ثقفی از طرف حضرت علی گرفته و ایشون سرسپرده امام زمان خودش بود، شیعه بود و در تمامی معارک در خدمت حضرت علی ایشون هم حضور داشت و ارادت بسیار زیادی نسبت به امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام
و برادر این دو بزرگوار جناب محمد حنفیه داشت. وقتی که حضرت حسین علیه السلام در کربلا شهید شدند با 72 تن از یاران خودشون، مختار، جناب مختار ثقفی خیلی دلگیر شد و آزرده خاطر شد و ایشون اومد و با شیعیان صحبت کرد و گفتش که ما نباید چشم ببندیم به جنایت این جنایتکاران و نباید باهاشون کنار بیایم و باید اینها نذاریم آب خوش از گلوشون پایین بره، باید مانع بشیم که کار بر اینها راحت بشه. یزید امام زمان رو اینجوری سرش رو ببره و بعدم همینجوری حکومت رو غصب کنه بشینه اونجا و همینطوری ما هیچی نگیم که نمیشه. به همین دلیل اومد و به نام جناب محمد حنفیه شروع کرد با شیعیان صحبت کردن و گفتش که ما باید عکس العمل نشون بدیم نسبت به یزید و نذاریم قدرتش پا بگیره. کسانی که با ایشون همراه شدند برای اینکه دست به اقدام بزنند که مانع از این بشن که قدرت یزید پا بگیره و ریشه بدرونه، اینها شیعیان کیسانیه نامیده میشند که همشون سرسپرده جناب محمد حنفیه بودند و ایشون با اجازه‌ای که از جناب محمد حنفیه گرفته بود سپاهی از شیعیان رو جمع کرد و رفت و روبرو شد با سپاهی که یزید تدارک دیده بود و اون سپاه رو در هم شکست و یکایک کسانی رو که در اون ماجراها بر علیه حضرت حسین اقدام کرده بودند رو به سزای اعمالشون رسوند و کل ناحیه کوفه رو فتح کرد و از زیر سلطه یزید و یارانش خارج کرد و 17 ماه اونجا به تو بالاستقلال علم خلافت تشیع رو بلند کرد و پرچم رو به اهتزاز در برد. و بعد از این که در این راه به شهادت رسید، کیسانیه به این مسیر ادامه دادن. یعنی اون سپاه عظیم بنیانکن، چون ایشون گفته بودش که این بنی امیه رو نباید گذاشت ریشه بدونه، باید ریشه کنش کرد و به زبالدان تاریخ انداخته، هر چقدر زمان ببره ما نباید دست از مبارزه و مقاومت طولانی مدت برداریم، باید صبر کنیم و در سنگر استواری ایستادگی بکنیم تا بنی امیه ریشه کن بشن و ممکنه که در این مسیر 70 قیام صورت بگیره، اما نهایتاً قیام 70 پیروز میشه. و این روش رو کیسانیه ادامه دادن تا رسیدیم به دوران ابو مسلم خراسانی که ایشون کیسانیه روی همین قاعده‌ای که گفته بودم، دور این آقا در شهر مرو در اون سر دنیا جمع شدن و ایشون دستور داد همه لباس سیاه به تن کردن، سیاه جامگان، و از اونجا حرکت کرد، اومد و بغداد رو فتح کرد و مروان آخرین فرد از خاندان بنی امیه رو ساقط کرد و کل بنی امیه رو تومارشون در هم پیچید، انداخ و زبالدان طوری. اینطوری این وعده‌ای که جناب مختار ثقفی به شیعیان کیسان داده بود تحقق پیدا کرد. پس ما متوجه میشیم که شیعیان زیدیه داریم، زیدی داریم، شیعیان اسماعیلیه داریم، اسماعیلیه شیعیان جعفریه داریم، جعفریه کسانی هستند که جعفر برادر جناب حسن عسکری، حضرت امام حسن عسکری رو امام 12 هم میدونن و
امام 12 یعنی حضرت محمد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو قبول ندارن و امامشون جعفر نام داره، برادر امام حسن عسکری. و همین دلیل متوجه میشیم که هر باری که یک امام از دنیا میره و در شرایطی از دنیا میره که نص صریحی از ایشون، به خاطر اینکه امام بعد از امام رضا، ائمه‌ای که بعد از امام رضا هستن، اینا عسکریونن، یعنی اینها رو اون دستگاه جابر عباسی در دجالان جبار عباسی در یک سلول انفرادی در وسط یک پادگان نظامی در سامرا، اینها رو تحت نظر داشتن که مطلقاً شیعیان نتونن خدمتشون شرفیاب بشن و به دست اون بزرگواران بیعت بکنن و در این شرایط از دنیا میرفتن. در سنین جوانی مدت امامتشون 6 سال مثلا اینا و به اون ترتیب از اون. خب در یک چنین شرایطی انشعاباتی به وجود اومده، یعنی وقتی نس نبوده برادر امام میگفته که من امامم، فرزند امام میگفته من امامم، و یه عده‌ای میگفتن فرزند امام امامه، برای ما این یقین حاصل شده و دنبال اون رو میگرفتن، یه عده‌ای میگفتن برای ما این یقین حاصل شده که برادر امام الان امام زمان، دنبال اون رو میگرفتن. و به همین دلیل در همین تشیع اسلام شیعه، این اسلام شیعه شعب بسیار داره که این شعب شعبه ها در زمان ائمه 12 اتفاق افتاده، ائمه اطهار، که اولین موردش بعد از اتفاق کربلاست که خدمتتون عرض کردم. و این ربطی به تفرق و فرق گرایی نداره، این مسئله دیگه ایه. این انشعاب که پیش میاد به لحاظ تاریخی، خب طبیعتا هر طایفه‌ای، هر شعبه‌ای دیگه با شعبه های دیگه کار نداره، میگه حق به جانب بزرگان منه و بزرگان خودش رو نقل میکنه و اینها رو بر حق میشموره. اما وقتی شما به اون یکی طایفه رجوع میکنید، میبینین اونها بزرگان خودشون رو دارن نقل میکنن و اینا، همه این شعبه های مختلف تشیع میرسن به حضرت علی. در حضرت علی اتفاق داره، اما هرگز اجازه نمیدادن که مثلا شیعیان پیرو امام رضا به اسم شیعیان اسماعیلی توهین بکنن، اهانت بکنن، بدگویی بکنن. اونا براشون این یقین حاصل شده بودش که امامت به امام رضا نمیرسه، بلکه به این ترتیب بوده که براتون گفتم. پس ما متوجه میشیم که اهمیت نص صریح که اینقدر مورد تأکید و تأیید قرار گرفته از چه بابته و در چه دورانهایی شده که کار به انشعاب کشیده شده در بطن جامعه امامی، یعنی در زمان وجود امام علیه السلام، اونم نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار. چرا این مسئله اینقدر اهمیت داره و چرا وقتی اینقدر اهمیت داره باز این اتفاق میفته؟ خب این دیگه ناشی از استاندارد نبودن شرایط حضور امامه. یعنی وقتی اون جابر دجال تمام راه های ارتباطی رو میبنده و حصر کامل ایجاد میکنه، خب طبیعتاً یک چنین اتفاقی، این شرایط غیر استاندارد پیش میاد. بله، زمین هرگز از حجت خدا خالی نمیمونه. حالا شما تعیین کنین حجت خدا چطوری ما میتونیم تعیین کنیم جز اینکه به نص رجوع. وقتی نص صریح وجود داشته باشه خب مشخص حجت. اگر نص صریح
وجود نداشته باشه، جا برای تعبیرهای مختلف باز میشه. ضمن اینکه حجت خدا هست، حالا اون حجت خدا کیه؟ چطوری باید پیدا شه؟ شرایط غیر استاندارد موجب میشه که انشعاب به وجود بیاد، شعبه شعبه بشه. اون وقت در این حال اون شرایط غیر استاندارد از کجا پیش اومده؟ به واسطه یزید، به واسطه معاویه، به واسطه بنی سفیان، به واسطه بنی مروان، به واسطه بنی عباس، به واسطه جباران، به واسطه دجالان. این وضعیتی که در طول تاریخ پیش اومده. خب این بس ادامه انشالله خواهد داشت. این مطالبیه که در پرتو قرآن مجید که توضیح داده میشه از آیات 21 تا 25 سوره مبارکه مائده، در یتیهون فی الارض یعنی سرگردانی، بحث سرگردانی رو شروع کردم، خدمتتون عرض کردم، تا وقایع تاریخی که به عرضتون رسوندم ادامه پیدا میکنه انشاءالله در جلسات دیگه. آقا فرزاد شما هستی برای بله بابا. خیلی خوب، با امید خدا ورزشمون رو شروع میکنیم. آدم آمد دم دم آمد، آدم آمد دم دم آمد، حوا او را هم دم آمد، حوا او را هم دم آمد، آدم آمد دم دم آمد، حوا او را هم دم آمد، هاهو 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 هاهو. چش فرم
ترک سر خود گفتن زیبا قدمی باشد، زیبا قدمی باشد. بسیار زبونی ها بر خویش روا دارد، درویش که بازارش با محتشمی باشد، با محتشمی باشد. او هر نظری مولا بر ما گذری بنمود، شنانم کرد که از دست بخواهد شد. پایا بوشکی بایی، پایا بوشکی بایی. او هر نظری مولا بر ما گذری بنما، ساقی چمن و گل را نیروی تو رنگینی، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی، تا باغ بیارایی. Got it.
از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجع السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه روحی لتربت الفدا فاتحه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تا مجلس دیگه انشاءالله سلامت و معید و موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، دعاگوتون هستم و از همه شما التماس دعا دارم. یا